افغانستان با بیشترین خطر بحران انسانی و حوادث طبیعی مواجه است. اتحادیه اروپا با نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان گفته این کشور از لحاظ بحران انسانی و حوادث و آفات طبیعی در معرض بیشترین خطرها قرار دارد. نگرانی اتحادیه اروپا در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل افغانستان هم‌اکنون زیر تسلط گروه طالبان با بزرگترین بحران بشری در سطح جهان دست و پنجه نرم می‌کند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. افغانستان کشوری که مردمان آن طی چند سال اخیر قربانی بحران‌های انسانی و حوادث طبیعی شدند، از شکنجه و سلب آزادی‌های زندگی توسط گروه طالبان گرفته تا رویدادهای طبیعی مثل خشکسالی، زمین لرزه، سیل، طوفان، همه و همه از شهروندان این کشور قربانی می‌گیرند. در تازه ترین مورد اتحادیه اروپا گفته که افغانستان به عنوان چهارمین کشور در تیررس بحران‌ها و رویدادهای طبیعی در سطح جهان قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان روز یک شنبه 17 اردیبهشت در توییتی گفته که تغییرات آب و هوا بر زندگی شهروندان این کشور تاثیرگذار بوده و خطرات طبیعی بیشتر مانند خشکسالی و سیل می توانند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کنند. کارشناسان امور آب و برخی از نهادهای تحقیقاتی نیز می گویند افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. اتحادیه اروپا در حالی از قرار گرفتن افغانستان در تیررس بحران‌ها و رویدادهای طبیعی خبر داده که زمین لرزه‌ها، بارش شدید باران، سرازیر شدن سیلاب و طوفان در سال‌های اخیر از شهروندان این کشور قربانی گرفته و زیان‌های هنگفت مالی به آنان وارد کرده است. بر اساس گزارش بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر با بزرگترین بحران بشری در سطح جهان نیز دست و پنجه نرم می‌کند. همزمان با این، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده نمی‌تواند خدمات بهداشتی و درمانی، آب و غذا و حمایت‌های اجتماعی برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر در افغانستان را فراهم کند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود نوشت از مجموع مبلغ درخواستی این سازمان برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2023 تنها 22.4% آن تأمین شده که برای ارائه خدمات کافی نیست. بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان به دلیل افزایش فقر دچار بیماری‌های مختلف شده اند. به گزارش یونیسف، هر روز حدود 170 کودک در افغانستان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری و بیماری‌هایی که امکان مداوای آنها از طریق دارو وجود دارد جان خود را از دست می‌دهند. اما این نهاد به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد. از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، اکثر کشورهایی که پیش از این به افغانستان کمک می‌کردند، همکاری‌های خود را صرفاً به ارائه بخشی از کمک‌های بشردوستانه تقلیل دادند. این در حالی است که شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده‌اند. افغانستان با بیشترین خطر بحران انسانی و حوادث طبیعی مواجه است. اتحادیه اروپا با نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان گفته این کشور از لحاظ بحران انسانی و حوادث و آفات طبیعی در معرض بیشترین خطرها قرار دارد. نگرانی اتحادیه اروپا در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل افغانستان هم اکنون زیر تسلط گروه طالبان با بزرگترین بحران بشری در سطح جهان دست و پنجه نرم می کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. برای بحث بیشتر در این باره احمدشاه علمیار، فعال اجتماعی از کابل با ما همراه هستند. آقای علمیار، سلام علیکم. سلام، احترامات خدمت شما و بیننده های گرامی، در خدمت قرار داریم. عرض ادب. آقای علمیار، نگرانی اتحادیه اروپا از بحران های انسانی و حوادث طبیعی در افغانستان تا چه حد میتونه واقعی باشه؟ بفرمایید. به نام خداوند متعال، برادر عزیز، موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین. بله، دقیقاً من هم تایید میکنم متاسفانه که نگرانی از بحران اقتصادی انسانی در افغانستان از گذشته های دور به این طرف وجود داشته. مشکلات فقر اقتصادی متاسفانه در افغانستان از گذشته های متمادی به این طرف وجود داشته و من این نگرانی را تایید میکنم.
البته من میخوایم چند مورد را بسیار خلاصه خدمت شما شریک بسازم. از گذشته های دور به این طرف مشکلات فقر در افغانستان بیداد میکنه و این مشکل نه تنها در دو سال اخیر بلکه از گذشته های دور به این طرف این مشکلات متاسفانه که بوده، نبود اشتغال زایی که امروز متاسفانه که وجود داره، چی بخش تحصیل کرده ما، چه افراد عادی جامعه ما متاسفانه که با نبود کار و نبود اشتغال مواجه هست. این مشکلی هست که مدت ها مردمان عزیز ما به این بنبست مواجه بوده. موضوع دیگر متاسفانه که اکثرا خانواده ها در افغانستان بدون سرپرست هستند، یا ای که متاسفانه بگویم بد سرپرست هستند. هستن خانواده هایی که حالا پدرهای و خانواده، سرپرست های خانواده ممکن اونها به مواد مخدر اینا رو آورده باشن. از طرف دیگر بحث بیسوادی متاسفانه از گذشته های دور در افغانستان بیداد میکنه، نبود تعلیم و معارف معیاری و استاندارد متاسفانه که باعث شده که امروز ما شاهد بحران باشیم، عدم کنترل نفوس و جمعیت. و چیزی که زیاد در اینجا مهم هست، عدم برنامه‌ریزی دقیق که از گذشته ها به طرف وجود داشته برای شکوفایی اقتصادی در افغانستان متاسفانه که وجود نداشته. سه دهه جنگ در افغانستان اینا همه تاثیرات منفی را روی وضعیت گذاشته. و از همه مهمتر چون مورد بحث ما هست، خشکسالی های پی در پی قسمی که اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفته سالانه در حدود 12 متر آبهای زیرزمینی متاسفانه که سطحش پایین میره، چون افغانستان جمله کشورهای زراعتی به شمار میره، این عامل خیلی متاسفانه که ضربه وارد کرده روی مشکلات اقتصادی افغانستان. امراض نباتی و هجوم ملخ ها که سالانه متاسفانه که در وقت کیسارها به وجود می آیند، حوادث طبیعی مثل زلزله ها که همه شاهد هستیم، به خصوص در یک سال اخیر در ولایات جنوب شرقی افغانستان به خصوص پکتیکا و خوست، تلفات جانی مالی و ملکی را با جا گذاشته. از زمین های زراعتی متاسفانه که اکثرا تخریب شده، چون اکثرا هموطنان ما به زراعت و مالداری اینا مصروف هستن. اینا جمله عواملی هست که متاسفانه بحران انسانی در افغانستان بیشتر از پیش سیلاب های غیر موجودی که نمیش رفت میشه در ولایت لوگر افغانستان برای خوشی نام ببریم که متاسفانه خیلی تلفات جانی و همچنان تلفات مالی به جا گذاشته. البته یک سال اخیر در حدود 20 ولایت افغانستان از سیلاب ها متضرر شده، به خصوص ولایت جنوب شرقی، به ویژه مثال نام بردم ولسوالی خوشی. اینا مواردی هست که متاسفانه باعث شده که مشکلات فقر در افغانستان بیشتر از پیش شده و نگرانی هایی را به وجود بیاره. آقای علمیار، با توجه به وضعیت جاری افغانستان، قطع و یا کاهش کمک های بشری چه پیامدهایی به ویژه برای کودکان در افغانستان در پی خواهد داشت؟ بفرمایید. بسیار خوب. برادر گرامی، اول من یک گلایه از جامعه جهانی میکنم که متاسفانه ملت افغانستان را فراموش کرده. ملت افغانستان متاسفانه که به باد فراموشی سپرده شده. امروز ملت ها و جامعه جهانی بیشتر روی ملت ها توجه کنه. حالا فرق نمی کنه، حکومت ها هست، تحولات هست، ممکن حکومت یک حکومت بره و حکومت بعدی روی کار بیایه، به هر حالت منتها مهم ملت ها هست. جامعه جهانی متاسفانه که امروز افغانستان را فراموش کرده. ما شاهد کاهش کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستیم. مطمئنن که اینا پیامدها و تبعات خیلی ها منفی را به بار داره، از جمله مهاجرت های غیر قانونی که امروز متاسفانه وجود داره. هموطنان ما اکثرا دیار غربت را انتخاب میکنن، کلش یک از پیامدهای عمیق قطع کمک های بشر دوستانه یا کاهش کمک های بشر دوستانه هست. رو آوردن اطفال به کارهای شاقه، به گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر، حدود 3.7 میلیون کودکان کارگر
در می چند سال اخیر در افغانستان وجود داشته که 2.1 تنیان مشغول کارهای شاقه می باشند. ببینین اطفالی که به کارهای شاقه مصروف باشه خمالم دار است که از درس و تعلیم باز می مانه. اینا به صورت درست آموزش و پرورش داده نمیشه. اینا ممکن است که به دام گروه های مافیایی بیفتن. اینها ممکن است که ده ها جرایمی و همچنان رفتارهای ناهنجاری در اجتماع به وجود بیارن. بحث اعتیاد اطفال و نوجوانان و جوانان به خصوص اطفالی که فرض کو کارهای شاقه و سنگین انجام میتن، یا اطفال ممکن بدون سرپرست باشن به این مصاب میشن. امراض روانی که متاسفانه که امروز دامنگیر مردم افغانستان شده، موضوعاتی از قبیل خوشسالی و سیلاب ها و زلزله ها، اینا همه و همه مطمئنن که پیامدها و تبعات منفی را به جا میگذاره، به خصوص روی اطفال، چون اطفال آینده سازان هر کشور به شمار میرن. وقتی روی اطفال سرمایه گذاری صورت نگیره، ممکن است که یک کشور به پیشرفت و ترقی و تعالی نمیرسه متاسفانه. تشکر میکنم از شما آقای علمیار از حضورتون در این برنامه. احمد شاه علمیار فعال اجتماعی از کابل با ما همراه بودند.